فتح روحانی تایلند. تایلند یک کشور بوداییه، تقریبا 95% مردم همه بودایی هستن، اون بقیهش یه مقداری مسلمان ها هستن، یه مقداری هم مسیحی ها هستن که اونا هم یه دستشون کاتولیکن، یه دستشون پروتستان و کلیسای انجیلی و اینجوری جمعیت، ولی اکثریت قاطع اینه. اولین مهاجری که به این مملکت وارد شد شیرین خانم فوزدار بود، چون شیرین خانم و شوهرش جناب فوزدار اینا مهاجرت کرده بودن با راهنمایی حضرت ولی امرالله از هندوستان رفته بودن در سنگاپور. البته شیرین خانم در سنگاپور اقداماتی که کرد که خیلی اهمیت داره، یعنی تشکیلات زنان به وجود آورد و اینقدر مهم بود که جزو افراد خیلی سرشناس و برجسته سنگاپور و تا اندازه مالزیا به شمار میره. حالا من با اون کار ندارم. ایشون تصمیم گرفت که بیاد به تایلند و امر رو در تایلند رواج بده. زبان تایلی بلد نبود. مردم تایلند هم به ندرت انگلیسی اون موقع بلد بودن. ایشون اومد به بانکوک. پسرش هم بهش کمک کرد، جمشید فوزدار، براش یه خونه اونجا گرفت و یک اتومبیل جیپ. اینم یک راننده استخدام کرد که ببردش این طرف اون طرف. تنها راهی که به نظرش رسید، این قصه ها رو خودش برای من تعریف کرد، تنها راهی که به نظرش رسید این بود که بیاد مطالب معرفی امر رو به یه نفری که زبان انگلیسی میدونه شرح بده و از اون خواهش بکنه که این مطالبی رو که این شرح میده به زبان تایلندی تعریف بکنه و این رو این شیرین خانم بتونه ضبط بکنه به اون کاست‌های قدیمی اون زمان که ضبط می‌کردن. یک چند تا از این کاست‌ها درست کرد که معرفی امر به زبان تایلندی بود، مطالب بود که ایشون گفته بود و یه نفرم که پیدا کرده بود که ترجمه بکنه به تایلندی. بعد به این راننده جیپش گفته بود که بیا یه بلندگو بالای جیپ روی طاق جیپ نصب بکن و وصلش کن توی اتومبیل به دستگاه ضبط صوت. اون وقت این میشست توی اتومبیل، شیرین خانم به راننده میگفتش که همطور تو خیابونا یواش یواش دور بزن. خودش این رادیو رو میگرفت و این کاست به صدای بلند تو خیابون امر بهایی رو معرفی میکرد و همجور تو خیابونا دور میزد. به این ترتیب اولین بار اسم امر در تایلند برده شد و اولین دوستان امر و مؤمنین از اونجا پیدا شدن. بعد فکر کرد که خب چه کار دیگه میتونه بکنه. اومد در منزل خودش کلاس انگلیسی مجانی را انداخت. این جوانایی که در اون موقع اون زمان تایلند میگیم با اون شرایط که دسترسی به چی نداشتن، شنیدن که یه خانمی تو منزلش کلاس انگلیسی برای بچه‌ها داره، اومدن و اون کلاس رو انداخت. دفعه اول که من رفتم به تایلند در حدود سال 1956 اینجورا و 58 آدرس و اینا داشتم، رفتم پیش شیرین خانم، گفت که بیا اینجا، این بچه های من اینجا هستن، وقتی کلاس تموم میشه یه خورده باشون صحبت کن و اینا دوست دارن به انگلیسی حرف بزنن و این حرفا. خلاصه در اثر این کلاسی که درست کرده بود، یه بچه های فقیری که دسترسی به اینجا نداشتن زبان انگلیسی یاد گرفتن و در ضمن هم امر بهایی رو شناختن که این خانم بهاییه و چون بهاییه و این تعالیم رو داره ما رو دوست داره ما این زبان یاد داره. اینو من خودم دیده بودم، یعنی در اون کلاس و اون بچه ها و بهشون درس میداد، بعد براشون میز پینگ پونگ درست کرده بود که بازی کنن. این هر این گذشت. بعد در سال 1981 که من رفتم به
تایلند برای اینکه در سازمان یونسکو استخدام شده بودم به عنوان مشاور تربیتی یونسکو در منطقه آسیا و اقیانوسیه، در مرکز ما در بانکوک بود. رفتم اونجا و خب بازم هنوز شیرین خانم گاهی وقتا میومد منزلش اونجا، منزل اصلیش سنگاپور بود، ولی میومد برای تبلیغ و این. حالا کارهای زیادی کرده بود، مثلا ایشون در فقیر نشین ترین قسمت مملکت که دخترها از شدت فقر حاضر میشدن که بیان در بانکوک، میگفتن که ما ماسور هستیم، ماساژ میدیم، ولی معلوم بود دیگه داستانشو. این برای نجات اینا یه مدرسه درست کرد و اینا رو هم بهشون درس میداد، این دختر رو هم کار یاد میداد که اینا بتونن به جای اینکه برن اون کارو بکنن، برن مثلا آشپزی بکنن، نمیدونم پرستاری بکنن، اینا از این کارا میکنن. حالا با ما کار ندارن. من اینو میخوام بگم که در اون دفعه که اونجا بودم، دفعه چندم بود، چهارم پنجم بود که من بیاد، ولی این دفعه ساکن بودم در اونجا. برای مدرسه تابستانه یه محلی رو در جنوب تایلند تعیین کردم، ما رفتیم اونجا، مدرسه بود. من از اون محل مدرسه که یک هتل مانندی بود اومدم بیرون و توی خیابون میرفتم و یه مغازه‌ای بود مثل فارمسی مانندی، هم چیز مانندی بود. رفته بودم اون توی چیزی بگیرم، فکر کردم که خب حالا ما که اینجا هستیم راجع به امرم با این صحبت کنیم. به این شخصی که صاحب مغازه بود گفتم که شما بهای فیس شنیدین، میخواین چیز بدین؟ یه نگاهی کرد، من خندید، من خودم بهایی هستم. گفتم شما بهایی هستین؟ چطور اینجا هیچ کس نشنیده؟ گفت حالا یه خانمی اومد اینجا، یه جیب داشت و به مغازه من که اومد یه کاستی در آورد، داد به من، گفت شما اگر انگلیسی بلد هستی اینو گوش کن، و رفت. من اینو گوش کردم، باهایی شدم. حالا من مدت هاست باهایی. حالا این یکی. دوم این که در مملکت تایلند در اون زمان قدرت اصلی در دست رئیس ستاد ارتش بود و رئیس ستاد ارتش در اون ایامی که من دارم صحبت میکنم با نفوذترین شخص مملکت بود، خیلی مورد احترام بود. در یه مراسمی چون منم سمت رسمی داشتم به این برخورد کردم و با هم شروع کردم صحبت کردن. من گفتم که خب این یه موقعیتی است، با راجع به امر این صحبت، چون یکی از هدفهای ما این بود که امر بهایی در تایلند تسجیل بشه رسمی. خیلی قصهش مفصله. به اون تا اومدم صحبت بکنم گفتش که من میدونم چی میخوای بگی راجع به امر بهایی، دیانت بهایی میخواست. گفتم آره. گفت من این میدونم. گفتم شما از کجا میدونی؟ گفت میدونی من یه بچه بودم که پول نداشتم، تو خیابون دیدم که یه خانمی اومده در منزلش کلاس انگلیسی درست کرده مجانی. گفتم خب به جای اینکه ما تو خیابون میگردیم بریم اونجا زبون یاد بگیریم. رفتم پیش این خانم، شیرین خانم فوزدار، و انگلیسی یاد گرفتم. وقتی انگلیسی یاد گرفتم یه مسابقه بود برای اعزام دانشجو به امریکا برای تشکیلات نظامی. منم رفتم شرکت کردم، چون انگلیسی بلد بودم انتخاب شدم، منو فرستادن به امریکا. من اونجا تحصیل کردم، برگشتم خلاصه در ارتش، و حالا این عالی ترین رتبه ارتش رو داشت، یعنی بالاترین افسر نظامی مملکت. گفت این پستی که من دارم مرهون خدمات شیرین خانم فوزداره. میگفتش که من مدیون دیانت بهائی هستم، یعنی امر بهائی ابتدا در تایلند اینجور. و ببینید به چه مقاماتی هم رسیده بود. حالا این چند تا مملکت دست شما تا بعد. از تمتوک حضرت عبدالوهان فهمیدن همه ما نقشه میریزیم و خدا نقشه میریزه و خدا بهترین نقشه کش دنیاست. شیرین خانم طوری در این مملکت شناخته شد که
توانست بره پادشاه و ملکه رو ببینه و ترتیبی بده که وقتی روحیه خانم اومدن به اونجا بتونن با بالاترین مقامات وزرا اینا ملاقات کنن، برای اینکه شیرین خانم همه میشناختن. یک شخصیت بسیار جالبی بود. مثلا این مدرسه که درست کرده بود خب پول لازم داشت. یه روز به من گفتش که من دیگه پول ندارم، میدونی چیه، من میرم الان به سفارت کانادا و پول میگیرم. گفتم چجوری میری پول میگیری؟ این رفت صاف همجور که میگم رفت وارد سفارت شد. آخه این لباس هندی تنش بود و یه حالت خیلی خاصی داشت همچین. رفت تو گفت من میخوام سفیر رو ببینم. همجوری رفت داخل، سفیر گفت شما چی کار دارین؟ گفت من کمک میخوام برای مدرسه. همینجور و در همون جلسه سفیر گفت ما میتونیم 50,000 دلار به تو کمک کنیم. این داستان شیرین خانم خیلی دو تا شیرین خانم در آسیا، یکی شیرین خانم فوزدار، یکی شیرین خانم بومن که با هم فامیل هم بودن. این دوتا اصلا این قاره رو به هم زدن، از بس کارهای عجیب و غریب کردن در تبلیغ گروهی و تبلیغ انفرادی و معرفی امر و همه اینا. این خیلی ممنون جناب دکتر ایمن، دست شما در نکنه. امروز ماه میه توی بوش نشستیم، مدرسه بهای بوش در سانتا کروز. چندم ماه میه؟ سیومه. امروز سیوم می 2016 هستش. در مجمع عرفان. در مجمع عرفان در بوش نشستیم و این داستان ها رو شما تعریف کردین و خیلی ممنون. خیلی ممنون که لطف کردید اینا رو ضبطش بکنید. خاطراتی است از سالهای گذشته. خیلی که خیلی چیزهای اسامی و جزئیاتش یادم رفته. خب بالاخره بقیه‌اشو میشه پیدا کرد. خیلی ممنون.